سلام دوستان، تو این ویدیو میخوام از بمبارون حواشی اطراف حسین کنعانی براتون بگم و همچنین از احیای پرسپولیس و عملکرد فاجعه بار نعمتی صحبت کنم. اگه دوست داشتید این پست رو لایک کنید و همراه من باشید. حسین کنعانی از لیست بازی پرسپولیس و شمس آذر خط خورد و تو این بازی حضور نداشت. همین اتفاق باعث شده حاشیه‌های اطراف حسین به بیشترین مقدار ممکن برسه. این روزها درباره حسین سه مدل صحبت میشه. بعضیا میگن حسین کنعانی مصدوم شده و شاهدان عینی تمرین این موضوع رو دیدن که کنعانی مصدوم شد و تمرین رو ترک کرد. اسمار ویرا هم تو نشست خبری مدعی شد که حسین یه مصدومیت جزئی داره اما جدی نیست. گروه دوم میگن که حسین کنعانی با علیرضا بیرانوند بعد از بازی با استقلال خوزستان بحث داشته و بینشون دلخوری به وجود اومده. مثل اینکه نحوه گلایی که قرمزها تو مسابقه خوردن باعث شده بیرانوند و کنعانی با هم دیگه بحث کنن و این بحث ها به تمرین ها هم کشیده شده و باعث شده کنعانی از ترکیب و لیست پرسپولیس برای بازی با شمس آذر خط بخوره. گروه سوم هم میگن ملی پوشان تیم ملی به شدت از حسین کنعانی ناراحتن و ماجرا به قضیه مصاحبه جنجالی کنعانی برمیگرده که درباره ماشین 100 میلیاردیش حرف زد و بعد از حاشیه‌ای که ایجاد شد مجوز ورود این خودرو باطل شد. حالا ملی پوشان درخواست کردن به خاطر این حواشی دیگه کنعانی به تیم ملی دعوت نشه. به هر حال همه این حواشی اطراف حسین کنعانی هست و باید ببینیم کدومشون واقعیت داره، اما هرچی که هست داستان چیزی بیشتر از یه مسئولیت ساده است. اما پرسپولیس احیا شد. برتری در مقابل شمس آذر در روز توقف استقلال و شکست غیر منتظره و خونگی سپاهان روی کاغذ به منزله بازگشت پرسپولیس به جمع مدعیان کسب عنوان قهرمانی در لیگ برتر بود. قرمزها هم به خوبی از این فرصت استفاده کردن و پرسپولیس در مقابل یکی از تیم‌های آماده لیگ برتر در نیمه دوم و به خصوص بعد از 10 نفره شدن فوتبال منظم و با برنامه‌ای به نمایش گذاشت. این حتی از 3 امتیاز این بازی هم مهمتر بود. حالا بعد از انجام دو بازی آخر فرصت مناسبی برای کادر فنی پرسپولیس تا تیمشون رو تو نیم فصل بازسازی کنه. تیم یحیی امروز ثابت کرد اونا به این زودی ها هم قرار نیست در مورد کورس قهرمانی تسلیم بشن. اما علی نعمتی به دنبال نابودی پرسپولیس. نعمتی مدافع چپ پرسپولیس هفته پیش در حالی که قرمزها با یه گل تو دربی جلو بودن تو دقیقه آخر بازی با بی احتیاطی یه تک زد و پنالتی داد. در ادامه هم یامگا پنالتی رو گل کرد و بازی مساوی تموم شد. اما این هفته در حالی که پرسپولیس با یه گل از شمس آذر جلو بود علی نعمتی بازم پنالتی داد تا شمس آذر بازی رو مساوی کنه. اما اوج کار نعمتی تو دقیقه 62 بازی بود. در حالی که بازی 1-1 بود و پرسپولیس دنبال گل برتری بود، نعمتی با یه خطای بد کارت زرد دوم رو گرفت و بازی اخراج شد تا کار پرسپولیس سخت‌تر بشه. البته نعمتی خوش شانس بود که پرسپولیس 10 نفره هم تونست گل دوم رو بزنه و بازی رو ببره، وگرنه شرایط براش خیلی بدتر میشد. حالا با توجه به عصبانیت شدید یحیی هنگام خروج نعمتی از زمین و عملکرد خوب احمدی تو دقایق پایانی، احتمالاً کم کم علی نعمتی از ترکیب پرسپولیس دور بشه و حداقل چند هفته‌ای نیمکت نشین بشه. در نهایت مرسی که با ما همراه بودید. اگه دوست داشتید این پست رو لایک و کانال رو سابسکرایب کنید.